سوال اگر ما همون سوال مردم خی... کوش خیابون اینه اگر اصلا انقلاب نمیشد ما اصلا است مستقل نمیمودیم نسبت به امروز سال 99 جمهوری اسلامی مستقل وضع اقتصادی یک, مرد... یک آدم متوسط یک خانواده متوسط ایرانی بهتر میشد یا بدتر میشد ما قطعا اگر که انقلاب نمیشد و به صلاح حکومت پهلوی ادامه پیدا میکرد حکومت پهلوی شما دارید با مخاطبینی صحبت میکنید که نمیدانند که وزیر خارجش وزیر وزرای مختلفش اینا با هستی که با نظر سفارت های خارجی اینا منصوب میشدن نمیدانند که وضعیت اقتصادی ما قرار بوده چه باشد نقشی که برای ما قائل بودن این بود که ما نفت تولید کنیم به دنیا نفت بفروشیم کالاهای اونا رو وارد کنیم قطعا این رابطه یعنی تولید 6 میلیون بشکه نفتی که در سال 55 و 56 اتفاق می افتاد امروز ما با یک کشوری بودیم که نفت درش تمام شده بود هیچ توسعه ای هم پیدا نکرده بودیم به خاطر نابسامانی های دیگری که در اون در واقع ادامه ی حکومت پهلوی پیش می آمد در کشور ما یک کشور کاملا وابسته بودیم از الگوهای و مدلهای آمریکای لاتین کنونی اونا هم انقلاب نکردن آرژانتین هم انقلاب نکرد اروگوه هم انتقا... انقلاب نکرد شیلی هم که انقلاب کرد سرکوبش کردن و بعد الان هم همه اونها در دامن امریکا هستن چطور که اونا نتوانستن توسعه پیدا بکنن؟ چطور است که ونزوئلایی که همه نفتش در اختیار امریکا بود ولی وقتی که یک جریانی آمد اونجا حاکم شد که خواست یک مسیر دیگری رو طی کنه طبیعیست نمیگذارن که اون مسیر دیگر طی خوش بشه خوشحالم که شما مطرح چون برای یک جوان امروزی بخش بخشی از جامعه ایران که داره روز به روزم کمتر ایدولوژیک میشه سوال این مطرح اتفاقا که اگر ما این دعوای چهل ساله با غرب و آمریکا و شاخشونه کشیدن برای اسرائیل و برای عربستان رو نداشتیم آیا وضع ما الان مثل بهتر نبود خیلی میگن که قبل از اینکه ما این دعوا با آمریکا رو شروع کنیم از ترکیه و حتی کره جنوبی هم جلوتر بودیم و حالا نگاه کنین کره جنوبی کجاست و ترکیه آیا شما همینجوری فکر میکنید آیا فکر میکنید که اگر ایران وارد تنش با غرب نمیشد ما الان جلوتر از ترکیه و کره جنوبی بودیم والا اصلا به نظر من اصلا این مسئله رو غلط مطرح میکنن ما با امریکا و غرب مسئله داریم یا غرب و امریکا با ما مسئله دارن. شما ملاحظه کنید از همون روز اول انقلاب اینا شروع کردن به تحریک ضد انقلاب بسیاری از این جریاناتی که به اسم چپ در ایران در مناطق مختلف کشور فعال شدند، اینها با تحریک خارجی و اتفاقا حمایت های امریکا بوده که صورت گرفته غربی ها در تمام طول جنگ پشت صدام و جنایت های او و علیه مردم ما و مردم عراق ایستادند اینها رو کسی بهش توجه نمیکنه و بعد میپردازند به اینکه گویی که اصلا این اتفاقات نیفتاده ما برای امریکا شاخشونه نمیکشیم ما برای امریکا شاخشونه نمیکشیم